دو قرن سکوت نوشته دکتر عبدالحسین زرین قیام مختار در این میان مختار ابن ابی عبید پدید آمد توبه کاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودند گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخاست. در این مقصود نیز کامیاب شد زیرا با زیرکی و هوش کم نظیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد اندکی بعد بسیاری از قاتلان حسین را کشت و کوفه را به دست کرد و تا حدود موسل را به هیته زبط آورد در اینجا بود که عبیدالله بن زیاد را شکست داد عبیدالله در طی جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردند و از کوفه به مدینه فرستادند بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول مختار قدرت و شوکت تمام یافت اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود علی ابن حسین او را لعن کرد و رضا نداد که به نام او دعوت کند محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشت اما از بیم آن که تنها نماند و به دست ابن زبیر گرفتار نشود از ترد و لعن او که بدان مصمم گشته بود خودداری کرد باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به تدریج بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانید. مردم به دور روی آوردند و او هر کدام از آنها را به نوع خاصی دعوت می کرد. بعضی را به امامت محمد ابن هنفیه می و نزد بعضی دعوی می نمود که بر خود او فرشته ای فرود می آید و وحی می آورد. حتی نوشتند که در نامه ای به احنف نوشت که شنیده ام مرا دروغ شمردید پیش از این پیش از من همه پیغمبران را دروغزن زن خواندند و من از آنها بهتر نیستم و این گونه دعاوی موجب آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیز اندک اندک از گرد او پراکنده شوند این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرامی نمود. پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود. امویش سعد ابن مسعود که تربیت وی را بر عهده داشت یک چند در دوره خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخواست مدائن چندی به دست مختار بود. با این همه وقتی امام حسن از جنگ با معاویه انصراف یافت و نزد سعد ابن مسعود آمد مختار پیشنهاد کرد که او را نزد از معاویه بفرستند و به او تسلیم کنند. این امر بهانه ای شد که شیعه پس از آن هموار مختار را بدان نکوهش کنند. در هر حال مقارن ایام خلافت بنی امیه مختار بدان قوم علاقه نشان نداد. در واقعی مسلم ابن عقیل که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار و کشته شد مختار بر خلاف بنی امیه برخواست و به زندان افتاد. در واقعه کربلا نیز در بند بود چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت بعد از آن به طائف زادگاه خیش رفت یک سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست در واقعه حصار مکه که به سال 64 روی داد نیز با او یاری کرد. اما چندی بعد باز ابن زبیر را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدد اجرای طرح تازه افتاد. در آن هنگام که رمضان سال 64 بود، شیعیان کوفه بر گرد سلیمان ابن سرد خزائی گرد آمده بودند. اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بود. مختار چون نمیخواست فرمان رؤسای شیعه را گردن بنهد دعوتی تازه آغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد ابن هنفیه فرزند علی خواند. شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سج و استعاره می گفت سبب نشر دعوی و بست نفوذ او گشت. از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبیر در آنجا بود وی را باز داشت. اما چون آزادی یافت در صدد برآمد با ابراهیم ابن الاشتر که از سران شیعه و دوستی آغاز کند ابراهیم نخست نپذیرفت اما مختار نامه‌ای بدون نمود که گفتند مجعول بود و در آن محمد ابن وی را به یاری خوانده بود و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود ابراهیم چون این نامه بخواند دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رضا داد بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند مقاومت را روی ندیدند و کار نهزت مختار بالا گرفت اندک اندک گذشته از کوف بلاد عراق و آذربایجان و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او درآمد و 18 ماه از این بلاد خراج گرفت بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثر به دو پیوستند اما نه به او اعتماد کردند و نه از اینکه موالی را برکشیده بود وی را عفو نمودند اما مختار که قدرت و شوکت خود را مدیون یاری موالی بود به شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد بزرگان یک بار نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بودند بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند اما مختار با آنها گرگاشتی کرد و در نهان ابراهیم را خواست چون ابراهیم باز آمد به بزرگان کوفه همه به دست و پای بمردند و سر جای خیش نشستند پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و کسانی را نیز که از یاری کردن او خودداری کرده بودند بمالید بفرمود تا سرانشان را ویران کنند و آنها را بکشند و براندازند موالاتای هم که پیش از آن به آنها داده میشد بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود همین امر سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنانش روی آورند در واقع مختار موالی را که مخصوصا در کوفه زیاد بودند زیاد از حد دلجویی کرد و آنها را که در دوره تسلط عمال بنی امیه ارزه جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند هواخواه خیش گردانید اموال بنی امیه که تعصب عربی بسیار داشتند پیش از آن نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می‌بردند و از غنایم نیز بهدانها هرگز بهره ای نمی‌دادند مختار موالی را بر مرکب نشاند و از غنایم جنگ بهره داد از این رو آنها به یاری مختار برخواستند چنان شد که عده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از هشت هزار تن سپاهیان او که در پایان جنگ تسلیم مصعب ابن زبیر شدند ده یک هم عرب نبود گویند که اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان دراکنده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او میرفت از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی عجم چه ساخته است وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشهون بود گفت که هیچ کس در نبرد شامی ها از این قوم که با من هستند آزموده تر نیست اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیز جنگ آزموده و معرکه دیدم پیروزی هم با خداست پس چه جای ترس است باری آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از مختار گشته بود کسرت موالی در سپاه او بود طبق قول تبری بزرگان کوفه انجمن کردند و از مختار بدگوی آغاز نمودند که این مرد خود را امیر ما میخواند در حالی که ما از او خوشنود نیستیم زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و استر نشانده است روزی ما را به آنها می دهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافتند و دارای یتیمان و زنان را تاراج می کنند. وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادند که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانیدی آنها را بر خلاف رسم بر چهارپایان نشاندی و از غنایم جنگی که حق ماست به آنها نصیب دادی مختار به آنها جواب داد که اگر من موالی را فرو گذارم و غنایم جنگی را به شما واگذارم آیا به یاری من با بنی امیه و ابن زبیر جنگ خواهید کرد و در این باب سوگند و پیمان توانید به جای آورد اما آنها جواب منفی دادند و بدین جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر که بزرگان کوفه و رجال عرب با او هم داستان بودند مغلوب و مختول شد در باب مختار و نهزت او گونه گونه سخنها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشتند و اقدام او را در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف همیت می و از این رو وی را به دروغ زنی و حیلگری و جاه و گذافگویی متهم کردند. درست است که رفتار او با بزرگان کوفه از درویی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمد حنفیه قدری افراد کرد. اما هواداری او از موالی درس بزرگ پربهایی بود هم برای موالی که بعدها جرأت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهوده شرف اسلام را منحصر به خیش می دیدند. بدین گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زورآزمایی با عرب و مجال انتقامجویی از بنی امیه بود. ولیکن عربان که نمی توانستن نهزت قوم ایرانی را تحمل کنند سعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهم کنند اما در واقع این اتهام ناروایی بود این عرب بودند که مال یتیمان و بیوه زنان را تاراج می نمودند. سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی امیه را فراهم آوردند کار عمده ها غزو و جهاد بود اما در این کار مقصود آنها پیشرفت دین نبود این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی رؤسا و عمرا فقیر گشته بودند وقتی یک عامل به جای دیگری گماشته میشد عامل معزول را مصادره میکرد و با اقسام عقوبت ها و عذاب ها اموال او را باز می ستاند. بدین گونه بود که در عهد امویان حجاج عراق را و قطعیبت ابن مسلم خراسان را به آتش کشیدند. میزان مالیات ها و خراج ها هر روز فزونی میافت و بیداد و تعدی معموران در گرفتن اموال هر روز آشکارتر میگشت. از قصاوت و خشونت عمال حجاج داستانهای های شگفتنگیز بسیار در تاریخ آوردند. حکایت زل نمونه از آنهاست. می نویسند که مردم اصفهان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج عربی بدوی را به ولایت آنجا برگماشت و از او خواست که خراج اصفهان را جوایت کند. اعرابی چون به اصفهان رفت چند کس را زمان کرد و ده ماه به آنها مهلت داد. چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند آنها را که زمان بودند باز داشت و مطالبه خراج نمود. آنها باز بهانه آوردند اعرابی ساگند خورده بود که اگر مال خراج را نیاورند آنان را گردن خواهد زد یکی از آن زمانها پیش رفت بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گذارد پس فرمان داد تا آن سر را در بدرهی نهادند و بر آن مهر نهاد دومی را نیز همچنین کرد مردم را چاره نماند به شکوهیدند و خراجی را که بر عهده داشتند جمع کردند و ادا نمودند با چنین سخت کشی و کین کشی که از جانب اون مال حجاج نسبت به مردم روا می شد چاره جز تسلیم محض یا قیام خونین نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارند